همراهان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به یک قسمت دیگه از آموزش زبان اسپانیایی بامبو لنگویجز. من زهرا همتی هستم و در درس امروز میخوایم بریم با هم دیگه نقل قول غیر مستقیم رو در اسپانیایی یاد بگیریم. درس امروز ما شامل دو تا ویدیو میشه که امروز با هم دیگه ویدیو اول رو میبینیم و بعد هم در ویدیوی بعدی من ادامه مطلب رو به شما میگم. استیلو ایندیرکت او در واقع همون جوری که گفتم میشه نقل قول غیر مستقیم. نقل قول غیر مستقیم چیه و حالا اصلا نقل قول مستقیم چیه که بعد ما بیایم غیر مستقیمش رو داشته باشیم؟ زمانی که شما در یک دیالوگ زنده هستین با یک نفر و خب اون خود اون طرف رو دارین صداشو مستقیما میشنوین، تمامی جملاتی که توی اون مکالمات گفته میشه نقل قول‌های مستقیم هستن. مثلا من دارم رو در رو با شما صحبت میکنم، ولی زمانی که من یه چیزی رو به شما میگم و بعد شما میخواین برین اون رو انتقال بدین به یک شخص ثالثی، میخواین بگین که مثلا زهرا اینو گفت یا زهرا میگه که و بعد جمله من رو قرار بدین، اون حالت میشه نقل قول غیر مستقیم. یعنی حرف من رو دارید میزنید ولی به صورت غیر مستقیم. حالا نقل قول غیر مستقیم از نظر گرامری ما باهاش کار داریم، ولی کل فلسفه این مبحث اینه که شما عین یک سیستم، عین یک کامپیوتر، باید فقط یک سری زمانها رو با یک سری زمانهای فعلی دیگه ریپلیس و ریمپلاسار و جایگزین بکنید. مثلا براتون مثال میزنم که اگر مثلا فعل جمله‌ای که میخواد نقل قول بشه بعداً زمان حال بشه، بعد تو نقل قول چه اتفاقی سر این فعل میفته. ما یه همچین روی کردی رو باید بر نقل قول مستقیم بریم جلو. ولی داستان من فکر میکنم خوبی داستانش اینه که اینا کاملا حفظی هست و اصلا قرار نیست شما درگیر فلسفه بشین. مثلا میگم مثلا پریتیت و ایمپرفکت و سوبکنتیو، خب این یه زمان گرامریه، من باید یاد بگیرم که اصلا این زمان چی میخواد به من بگی، چه کاربردهایی داره. ولی برای این مبحث شما فقط لازمه که حفظش بکنین و بعد هم در جملاتتون استفاده بکنین. خب درس امروز ما میخوایم اولین بخشی که داریم راجع به جملاتی هست که ما میخوایم اونها رو به صورت نقل قول مستقیم در زمان غیر مستقیم در زمان حال بدیم به یه شخص ثالث. یعنی چی؟ ببینین دوستان، شما جمله‌ای که من مثلا به عنوان شخص اول مکالمه میگم، من دستم آزاده و دستم بازه و میتونم هر جمله تو زمان حال بگم، گذشته بگم، آینده بگم، هر جمله‌ای که خواستم بگم. وقتی این جمله رو دارید، اون وسط طرف دومی که میخواد ببره حرف منو به یکی دیگه بزنه، دو تا حالت میتونه داشته باشه. یه دونه میتونه بگه که مثلا زهرا میگه، یه جا میتونه بگه زهرا گفت که. خب این که من میگم وقتی زمان حال داریم، منظورم به اون قسمت شخص دوم داستانه که میخواد بگه که زهرا میگه که فلان. این میگه که، خب همونجوری که میبینین در ترجمهش هم زمان حاله. ما یه فرمول برای این قسمت داستان داریم، یه فرمول هم زمانی داریم که شما میخواییم بریم بگین فلانی گفتش که. گفت که یعنی میاییم اون فعلی که نقل قول شخص اول رو، جمله شخص اول رو به شخص ثالث وصل میکنه، این گفت که میره در زمان گذشته و اینجا میشه که ما مجبور میشیم یه ذره فعلامون رو دستکاری بکنیم، به خاطر اینکه جملات ما باید بالانس باشن. من نمیتونم بیام الان یه جمله بگم در زمان آینده، بعد یهو پشتش برگردم به 100 سال پیش یه جمله زمان گذشته بگم. خب اینجوری جملات شما کوهرنسیا و اون انسجامی که باید داشته باشن رو ندارن. خب حالا فعلا پس این قسمت زمانیه که من یه چیز رو میگم، بعد میخوایم بگیم که فلانی میگه که. اولا این میگه که میتونه با دیسه که یا آدیچو که بیاد. خب حالا من چرا اینو نوشتم سوم شخص مفرد نوشتم؟ حالا حتی سوم شخص جمع هم ممکنه بنویسید، ولی مفهوم نقل قول غیر مستقیم اینه که شما دارین راجع به یه اویی صحبت میکنی یا یه آنهایی صحبت میکنی. پس دیگه من درگیر بقیه صیغه ها نمیشم. مثلا نمیایم بگیم که تو میگی که فلان، تو میگی که فلان، اینجا کاربرد نداره، چون اون شخص نباید اصلا تو مکالمه باشه. برای همین اصلا نقل قول غیر مستقیم به وجود میاد. پس اینجا ما یا دیسه که داریم یا آدیچو که. زمانش هم که میبینین این پرتیتو پرفکت داده ایندیکاتیو، این هم زمان پرزنت است. این همینیه که
میگم. پس اگر پرسنتد ایندیکاتیو یا حتی پرسنتد سوبخونتیو داشته باشیم، بهتون گفتم شما هر جمله که میخواین بگین دستتون بازه، هیچ کس نمیاد بگه الان این جمله رو بگو بعد اینو بگو. هر مدل جمله رو ما باید بتونیم نقل قول غیر مستقیم از توش در بیاریم. ما فعلا اون چیزی که میاد این ساختارا رو برای ما دستکاری میکنه اینه که شما این جمله‌ای که میخواد بگین، جمله شخص اول رو چجوری ببریم به جمله شخص ثالث ارتباط بدیم و وصلش بکنیم. خب یک مثال با هم دیگه میبینیم. Todos los días me levanto temprano. من هر روز صبح زود بیدار میشم. Me levanto، فعل من levantarse هست و جمله هم که یک جمله خیلی خیلی معمولی در زمان پرسنت د ایندیکاتیو. حالا یه نفر میخواد بره بگه که اون هر روز، زهرا میگه که هر روز زود بیدار میشه. این میشه نقل قول غیر مستقیم من برای این جمله. خب Todos los días me levanto temprano. یه دیسه که میذارم یا یه ادیچو که میذارم فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره. دیسه که todos los días se levanta temprano، میگه که هر روز زود بیدار میشه. پس همونجوری که میبینین اگر این دیسه که باشه، این قسمت جمله ارتباط دهنده من زمانش پرسنت باشه، اگر زمان جمله اول پرسنت باشه، جمله نقل قول غیر مستقیم هم هیچ تغییری از زمان از نظر زمان نمیکنه و همین پرسنتد ایندیکاتیو باقی میمونه، ولی 100% صرف فعل من عوض میشه. به خاطر اینکه من اصلا اسپانیاییش هم شما در نظر نگیرین، فارسیشو نگاه بکنین. من صبح زود بیدار میشم، میگه که صبح زود بیدار میشم، این نمیتونه اینجوری توی جمله قرار بگیره. باید بگیم که میگه که صبح زود بیدار میشه. من میدونم که توی اسپوکن لنگویج و آبلا و در زمان زبان گفتاری ما این ساختارها رو استفاده میکنیم، ولی داستان اینه که ما یک دستور زبانی داریم، یک گرامری داریم، یک اصولی رو داریم و باید تا جایی که میشه بر اون پایبند باشیم اگر که میخوایم درست صحبت بکنیم. درسته؟ حالا یه جایی هم نشد و حالا قاعده رو شکستیم، اتفاق خاصی نمیفته، ولی تا جایی که میتونیم یه دستورالعملی داریم و باید طبق همون دستورالعمل بریم جلو. پس اینجا میگه که آقا چون توی اون شخص نیست و تو داری میگی که حرف اونو داری میزنی، پس باید بیای سوم شخصش بکنی و بگی سلوان تا. حالا فرض کنین من اینجا پرسنت د سوبخونتیو داشته باشم. اخالا پروب می اکسامن د ماتماتیکاس. ایشالله که من امتحان ریاضیمو قبول بشم. اخالا اپروب می اکسامن د ماتماتیکاس. اپروبار فعلتونه، یعنی توی یک امتحان یا یه جایی قبول شدن، و همونجور که میبینید این هم پرسنت د سوبخونتی باشه. حالا اگر که من بخوام بیام بگم که میگه که ایشالله تو امتحان قبول بشه، دوباره دیسه که ادیچو که اخالا اپروب سو اکسامن د ماتماتیکاس. چه اتفاقی برای من افتاد؟ من تقرار رو اومدم با رنگ قرمز براتون نوشتم، دیسه که ها و ادیچو که آرام که با رنگ نارنجی براتون نوشتم، خود جملات رو هم به سه رنگ مختلف نوشتم که یه ذره حالا شاید قاطی نکنیم با هم دیگه. خب ببینین دوستان، دیسه که اخالا اپروبه در زمان پرسنت د سوبخونتیو تغییری نمیکنه و همون پرسنت د سوبخونتیو باقی میمونه. حالا چرا؟ آیا به خودتون میگین که صرفش همونه؟ بله صرفش همونه، به خاطر اینکه در زمان پرسنت د سوبخونتیو و اکثر زمانهای سوبخونتیو صرف اول شخص و سوم شخص شما یکی. برگردین درس سوبخونتیو و طرز ساختن پرسنت د سوبخونتیو حداقل برای این کیس رو مرور بکنین و میبینین که اول شخص و سوم شخص ما صرفشون یکیه. پس من اینجا به صورت ظاهری همونو دارم، ولی اینجا این جمله یو رو داره خطاب قرار میده، اینجا این جمله ایا رو داره قرار خطاب قرار میده، یا ال رو. به هر صورت من یه سوم شخصی دارم. و بعد کویدادو اتنسیون می اکسامن باید بشه سو اکسامن، به همون دلیلی که ما اینجا این رو کردیم سلوانتا. الان دیگه شده یه اویی که غایبه، پس اون امتحانش رو باید بره بده، پس من باید می اکسامن رو بکنم سو اکسامن. دیگه بقیه جمله هم تغییری نمیکنه. حالا جمله ای که امر باشه رو من باید چی کارش بکنم؟ مثلا میگه کمپرد میل پریودیکو، برای من یه روزنامه بخرید. داره خطاب وسطروس هم میگه، میگه شماها. از کجا میفهمم؟ خب فعل امرم داره به وسطروس خطاب میکنه. بله کمپرد میل پریودیکو، برای من یه روزنامه بخرید شماها. هر زمانی که شما یک جمله امری خواستین و خواستین بگین که میگه که براش یه روزنامه بخریم،
اینجا شما فعل امرتون رو باید به پرسنت د سوبخونتیو تبدیل بکنید. پس جمله من اینجا میشه دیسه که لکمپرموس ال پریودیکو. دیسه که لکمپرموس ال پریودیکو. این جمله از کجا اومد دیگه؟ خب دیسه که آدیچوکه که از اول با ما بودن، کمپرادمه فعل من هست در امر وجه امری، من باید این رو قرار شد که فعلای امرمون رو ببریم بکنیم پرزنت د سوبخونتیو. خب حالا اینجا هم علاوه بر تغییر زمان، من باید حواسم به اون تغییر سوژه و در واقع صرف فعل من باشه. همونجوری که گفتم کمپرادمه برای وسوتروسه، پس وقتی میخواد برگرده برای سوم شخص، ببخشید برای نقل قول غیر مستقیم، باید بشه نوسوتروس. وسوتروس میشه نوسوتروس. میگه که براش یه روزنامه بخریم. اینا رو گیج نشین خواهش میکنم توش. من منوال های زیادی رو بررسی کردم و واقعیت اینه که یه وقتهای زیادی تو دیتیل رفتن بیشتر آدم رو گیج میکنه. دوستان عزیز، این که اینجا وسوتروس میشه نوسوتروس، مثال بارزش اینه که من وقتی به شما میگم بیسیک ترین جمله کومو تیاماس و بعد شما به من میگین یو میامو، چرا تو رو کردین یو؟ خب اصلا مفهوم و ذات جمله اینه، تو اسم چیه؟ و بعد شما باید سوژه رو عوض بکنین. اینم همین داستانه، وقتی داره میگه شما برای من یه روزنامه بخرید، پس وقتی من بخوام برم اینو به یک دیگه بگم، میگم گفت که ما براش، یعنی واقعا جزو بدیهیات این موضوع. و به خاطر همین من اصلا این، چون یک سری منوال ها میان میگن که اینو بکن روی ضمایر هم صحبت میکنن که این ضمیر رو تبدیل به این بکن در مثلا استیل و ایندایرکتو، به نظر من اینها جز اینکه آدمو بیشتر گیج بکنن چیز دیگه توش نداره و اینا رو خیلی راحت به صورت بدیهی شما میتونید درک بکنید. خب حالا پس من فهمیدم که اینجا یه پرزنت د سوبخونتیو میخوام باید برای نوسوتروس صرف بشه. فعل من کمپرار هست، پس پرزنت د سوبخونتیو برای نوسوتروس میشه کمپرموس. حالا دوباره این مه اینجا، خب جمله هم البته مشخصه دیگه، داره میگه برای من بخرید. خب من این منه رو باید ببرم تو نقل قول غیر مستقیم بکنم براش. این براشه میشه له و شما مجبور میشین این ابخته دایرکتورتون رو هم، ابخته این دایرکتورتون رو هم عوضش بکنید و بگین له لکمپرموس ال پریودیکو. دیسه که لکمپرموس ال پریودیکو. پس این سه تا حالت برای زمانی که شما میخواین نقل قول غیر مستقیمتون رو با دیسه که یا آدیچو که بگید. بریم قسمت بعدی، میخواییم این قسمت رو تبدیل کنیم به دیخو که و بعد ببینیم جملاتمون چه تغییری میکنن. همراه من باشین تا قسمت بعدی. خیلی خوش اومدین به پارت دوم. بریم یک سری مثال دیگه، یک سری جمله دیگه با هم دیگه ببینیم. ولی اینجا من دیسه که رو کردم دیخو که، پس رفتم اینو کردم گذشته. تنگو که استودیار، باید درس بخونم. شما میرین این رو میگین به یکی دیگه که زهرا گفت که باید درس بخونه. تو فارسی ما اینجوری میگیم، ولی این قسمت گفکر رو دقت بکنید. پارت قبلی میگفت زهرا میگه که یا هر کسی میگه که، ولی اینجا داره میگه گفت که و همین گفت که میاد کلا داستان جملات ما رو میریزه به هم. حالا بعد درس بخونم دیخو که تنیه که استودیار. دیخو که تنیه که استودیار. من چه اتفاقی در جملم رخ داد؟ تنگو که استودیار اگر بخواد بشه استیل و ایندایرکت و نقل قول غیر مستقیم، زمان پرزنت د ایندیکاتیو تبدیل میشه به تنیه که، یعنی تبدیل میشه به پرتریتو ایمپرفکت و د ایندیکاتیو، ماضی استمراری. اصلا مهم نیست که ما به فارسی به این زمانها چی میگیم، فقط بدونین که پرسنته ده ایندیکاتیو تبدیل میشه به ایمپرفکتو ده ایندیکاتیو، پرتریتو ایمپرفکتو ده ایندیکاتیو تنیا که. سیرا لا پورتا، درو ببند. سیرا لا پورتا، تو درو ببند. یه جمله امریه. جمله امری من اگر باشه دیخو که، تو قسمت قبلی امریا تبدیل می شدن به
سوبخونتیبا، پرسنت ده سوبخونتیبا. اینجا هم همینه، جمله امری باز هم در استیل ایندیرکتو تبدیل میشه به سوبخونتیبا، ولی نه پرسنت ده سوبخونتیبا، ال پرتریتو ایمپرفکتو ده سوبخونتیبا. پس این هم دوباره میشه پرتریتو ایمپرفکتو ده سوبخونتیبا. سیرا میشه چی؟ میگه درو ببند. حالا جمله من اینه که گفتش که درو ببندم. دیخو که سرر علا پورتا، این پرفکتای سوبخونتیوای سیرا برای یو برای من میشه سرر. دیخو که سرر علا پورتا. پس فعل امر وقتی که استیل ایندیرکتو داشته باشم با دیخو که تبدیل میشه به پرتریتو این پرفکتو ده سوبخونتیو. اترابخادو موچو، من خیلی کار کردم. اترابخادو موچو، زمان پرتریتو پرفکتو. این زمان اگر بخواد بشه استیلو ایندیرکتو تبدیل میشه به پرتریتو پلوس کوام پرفکتو ده ایندیکاتیو. ابیه اترابخادو موچو، دیخو که ابیه اترابخادو موچو، گفت که خیلی کار کرده بود. این ترجمه تحت لفظی فارسیشه. پس اترابخادو تبدیل میشه به پرتریتو پلوس کام پرفکتو ده ایندیکاتیو، اصطلاحاً توی فارسی ماضی بعید. و صرف فعلم هم باید برای یه هی یا یه شی، یه ال یا یه ایا باشه، باید سوم شخص باشه. فوی الخیمناسیو، من رفتم باشگاه. فوی الخیمناسیو، مثلا آنوچه فوی الخیمناسیو، دیشب من رفتم باشگاه. حالا جمله من زمانش پرتریتو ایندفینیدو ده ایندیکاتیو هست یا گذشته ساده. وقتی که گذشته ساده دارین در نقل قول غیر مستقیم دو تا آپشن دارید، یا پلوس کوام پرفکتو ده ایندیکاتیو یا خود همون گذشته ساده، با شرط اینکه شما حتما حواستون باشه که صرف فعل رو عوض کنید. اگر من بخوام گذشته ساده بذارم اینجا باید بشه فوی الخیمناسیو، رفت. من رفتم میشه او رفت، فوه الخیمناسیو. اگرم دوست داشتین پلوس کام پرفکتو ده ایندیکاتیو بذارین میشه ابی یا ایدو الخیمناسیو، رفته بود باشگاه. ابی یا ایدو الخیمناسیو. خب دوستان عزیز، به خاطر اینکه این حالت فقط هی همینجوری جملات مختلف زمانهای مختلف و بعد سویچ کردن به یک زمان دیگه است، یه کوچولو شاید ممکنه که گیج کننده باشه. به خاطر همین من ترجیح دادم که درسمون رو دو قسمت بکنیم و خیلی ویدئوهای طولانی نداشته باشیم. شما تایم داشته باشین این مبحث رو بررسی بکنین، درس یعنی حالا تمرینش اگر که تمرین آنلاین هم پیدا بکنید انجام بدین تا یکم ملک ذهنتون بشه و بعد من ادامه مبحث رو بهتون بگم. ولی الان اگر دوست داشتین توی کامنت ها میتونین بیاین این جمله رو برام بنویسین که این جمله استوی موی اوکوپادا، من خیلی سرم شلوغه، استوی موی اوکوپادا. این جمله رو اگر من بخوام استیلو ایندیرکتو بگم با دیخو که و همچنین با دیسکه، هر دو حالتش رو بنویسین، چجوری من اینو باید استیلو ایندیرکتوش بکنم؟ خب درس امروز ما همین پارت اول استیلو ایندیرکتو بود. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، ازش هم لذت برده باشین. حتما ویدئوی بعدی رو تماشا بکنید به خاطر اینکه ادامه این مبحث هست و امروز درس ما تقریبا ناقص، یعنی کاملا ناقص مونده و هنوز یه سری چیزهای دیگه هستن که باید با هم دیگه تمرین بکنیم و یادشون بگیریم. به هر صورت خیلی ممنون که همراه من بودین. تا جلسه دیگه و درس دیگه، ادیوس نوس بوموس.